ماجرای دوماد فراری ناصرالدین شاه و سرنوشت عصمت الدوله دختر تاجیک ناصرالدین شاه، یا با من همراه باشید. تاجی که تو سریال جیران معرف حضورتون هست از ناصرالدین شاه صاحب دوتا فرزند شده. یکی مهم بوده که سرنوشت خیلی دردناکی داشته و توسط جیران ترور شده که یک ویدیوی کامل راجبش هست که میتونید این بالا تماشا کنید. و دخترش فاطمه که ملقب به عصمت الدوله شده که اینم یک سرنوشت خیلی اسفناکی داشته که میخواییم ببینیم که در این ویدیو قرار به اون سرنوشت اسفناک بپردازیم. ماجرا از جای شروع میشه که عصمت الدوله از همون اول یک تربیت خیلی خوبی شده بوده توسط تاجی و سنگ تموم براش گذاشته بوده، ناز و نعمت بزرگ شده بوده و ناصرالدین شاه هم خیلی اینو دوست داشته و تحویل میگرفته و یکی از شیرین کاری هایی که این بلد بوده و همه رو به وجد آورده بود و نقطه متمایزش بوده این بوده که پیانو رو خیلی خوب و حرفه‌ای میزده و یه کاری کرده بوده که انقدر تو این پیانو زدن مهارت داشته که شبا زنهای حرمسرا و ناصرالدین شاه میشست یه گوشه و این شروع میکرد به پیانو زدن، انقدر خوب پیانو میزده که همه کف میکردن و براش دست میزدن و ناصرالدین شاه هم کلی خوشحال و ذوق میکرده که دخترم هنرمند و فلان و اینا و جواهرات و اینجور چیزا به ایشون میداده. یکی این روزا که داشته میدیده فرایند دخترش داره بزرگ میشه و وقت شوهر کردنشه و بفرستیمش خونه بخت، یکی از تجار معروف میشنوه که این خیلی خوب پیانو میزنه و دختر خیلی لایق و دختر خوبی و دختر ناصرالدین شاه هم هست، چه بهتر از این، و خیلی صاحب ثروت فراوانی بوده و یکی از تجار خیلی معروف تهران به شمار میومده. این تاجر معروف یه روز هوس بکنه که با خاندان سلطنتی وصلت کنه، میره پیش ناصرالدین شاه و خواستگاری میکنه. ناصرالدین شاه هم که میبینه آدم پولداری، آدم معتبریه، میگه چه خانواده‌ای بهتر از شما که ما وصلت کنیم. یه شیرینی خاصی هم به ناصرالدین شاه میده. از اون جایی که در اون دور زمونه دخترای شاه این امتیاز رو قائل بودن که همسر خودشون رو خودشون انتخاب کنه، اگه یکی بیره خواستگاریشون بگن آقا خوشمون میاد یا خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، ولی دخترای دیگه این قابلیت رو نداشتن و اگه کسی خوشش میومد میرفت با پدرش صحبت میکرد، میگفت ما دخترتون میخوایم، اگه پدر اوکی بود میگفتن اوکی بیا وردار ببر، و اگه اوکی نبود که میگفت نه نمیخوایم و با دخترم آنچنان مشورتی نمیکردن. خب خدا رو شکر که این دوره تاریخی تموم شده و الان همه میتونن راحت نظرشون رو بدن، اکثریت در تمام جهان به جز یه سری شاه‌ها که هنوز این عقب افتادگیه هست. حالا بگذاریم از این قضیه، یک عروسی خیلی مفصلی برگزار میشه بعد از اینکه امیر پسر دوست علی خان میره صحبت میکنه، اوکی میشه که همه چی اوکی بود. ازدواجشون هم یک ازدواج خیلی تجملاتی بوده. قدیم اشراف که ازدواج میکردن اینجوری بوده که فقط اشراف حضور داشتن و مردم عادی حضور نداشتن. از اون جایی که دوست علی خان یک آدم دست و دلبازی بوده، عروسیشو کل تهران رو دعوت میکنه و یک عروسی رمانتیک خیلی زیبا، شهر رو کلا میگه که آقا شمع ببندید. اون موقع چراغونی نبوده ولی خب شمع بسته بودن که خیلی رمانتیک بوده و دستمال یکی از دستمالای یعنی این قرمزا هست، شال مخملی نمیدونم چه چیه، شال ابریشمی، اینو از خونه خودش تا قصر پادشاه میکشونه که عروس رو بیارن. ناصرالدین شاه هم سنگ تموم میذاره و فقط یک جهیزیه خیلی خفنه میده که 10 روز طول میکشیده با شتر و الاغ و هر چیزی که اون موقع بوده بیارن. ولی خب اون موقع که کالسکه و اینا نبوده گفتن چه کاری کنیم، عروس رو با ماشین اینجور چیزا که نبوده، گفتن عروس رو چجوری از قصر ببریم خونه شوهر. میگن آقا یه ایده خیلی خفنی به ذهنمون رسید. میگن چیکار کنیم؟ میگه با فیل بیاریمش. میگن چه خفن، یه جورایی لامبورگینی زمان خودش بوده فیل. با فیل اینو سوار فیل میکنن و میارنش سمت خونه دوماد که اسم دومادم امیر بوده، امیر خان بهش بگیم، پسر دوست علی خان که یکی از تجار خیلی معروف بود. بعد از یه مدتی دوست علی خان اون تاجر معروف دچار سرطان میشه و یه قده زیر گلوش باد میکنه و ریه رحمتو سر میکشه. اون قدیما یه رسم خیلی بدی بوده، این بوده که آقا یک آدم پرنفوذ و یک تاجر میمیره، بیشتر از دو سوم مالش میرسیده به ناصرالدین شاه، دو نفر ارثشون میرسیده به ناصرالدین شاه، یکیش برده ها و خواجه ها بوده که اینا بعد از مرگشون تمام داراییشون میرسیده به ناصرالدین شاه که یه ویدیوی کاملی راجبه
اخته کردن و خواجه و اینجور چیزا درست کردیم که میتونید این بالا تماشا کنید. یکی دیگه هم آدمای پرنفوذ و تاجر و اینجور چیزا بوده که مال اموال اونام نصفش میرسیده به نصف، بیشتر از نصفش میرسیده به ناصرالدین شاه. امیر خان از این قضیه بسیار ناراحت میشه ولی دیگه چاره ای نبوده. پدرش از اونجایی که آدم خیلی زرنگی بوده نصف دارایی خودش رو به طلا و پول تبدیل میکنه، میفرسته تو بانک های انگلستان و نصف دیگرش که دیگه دستش میمونه و نمیدونسته چی کار کنه توی یه امامزادهی قب میکنه و خبرشو به امیر میگه که آره من نصف پولم رو گذاشتم تو بانک انگلیس، نصف دیگرش هم گذاشتم توی امامزاده چایل کردم و فقط خبرشو که میدونسته امیر خان. یه روز این دسیسه چیا به امیر میگن که ناصرالدین شاه برای اون ارثی که بابات رسیده نقشه کشیده، که اینم خیلی ناراحت میشه میگه دیو دو سوم از ارث مرث بابامو بدون هیچ دسترنج اونی که حق من بوده رو چاپالی کرده کشیده بالا، حالا واسه این یه تیکم دندون تیز کرده مرتی که پرفیوز. خیلی ناراحت میشه، یه نقشه میچینه که سریعا کلنگو ببنده و بگه یه ایران جای موندن نیست و فرار کنه به انگلستان. یه نقشه میکشه و میگه قبل از رفتن برم اون گنجینه‌ای که بابام تو اون امامزاده چال کرده رو در بیارم. یه نقشه مفصلی میچینه و میره سمت امامزاده. قبلش میره با عصمت الدوله خداحافظی میکنه و میگه عزیزم من خواب بابامو دیدم و خب بابام وصیت کرده که برم امامزاده و یه گوشه عبادت و این گناهانی که کردم بشوره ببره و نیاز به خلوت دارم. اسمتم میبینه خب برو، یه موقع این موقع دیده بوده که خیلی عصبی میشده، راضی میشه که اینو بفرسته پی امامزاده و اونجا عبادت بکنه و یه حالت معنوی داشته باشه و بعد برگرده. همینجوری انتظار میکشه برو فعلا اوکی رو میده. اینم بلند میشه نقشه میکشه که اون امامزاده رو غارت کنه و اون طلا و جواهرات که مال باباش بوده رو در بیاره. از اونجایی که متصدی هم آدم سفتی بوده و به همین راحتی نمیشد خرش کرد، از اون قضیه یه پک میفرسته. اون موقع رسم بوده که آقا میخوای بری خونه قبلش باید اینجا زنگ میزنن دیگه، اون موقع نمیشد زنگ میزنن، یه نفر میرفته بهش خبر میداده که آره حاجی قراره اونا بیان خونه شما مهمونی. متولی امامزاده پک بهش میرسه و خیلی خوشحال میشه که دومادشاه قراره بیاد خونهش. خیلی خوشحال میشه، خونهش رو جارو و آب و جارو میکنه، یه غذای مفصل میچینه، با دخترش نقشه میکشن که دخترش رو قالب بکنه به این دوماد ناصرالدین شاه و نقشه هاشون عملی میشه. این که میرسه همون پایین داشته این دور اطراف رو نگاه میکرده که چجوری فرار کنه و نقشه میچیده، چشش میخوره به دختر متولی امامزاده که اون بالا داشته با چادر نگاه میکرد. دخترم هول میشه و یه بادی میاد و قضیه هندی میشه و روسری از سرش میفته. اینم میبینه همینجوری حاج وای چش میمونه و خوشش میاد از دختر و میره تو با متولی صحبت میکنه. تو شبش موقع شام امیر خان میگه آقا این دخترت خیلی دختر خوب و نجیبی و مجرده، آمارش در میاره میبینه آره مجرده و میگه ازش خوشم اومده، یه صیغه‌ای بخونیم و عقدش کنیم و اوکی میشه. متعلی امامزادم که میبینه آدم پولداریه، باباش هم آدم خوبی بوده، اینم دوماد شاه بوده و میگه چه وصلتی بهتر، یه نون و نوایی من بغل تو به ما برسه، اوکی رو میده. این میرن خلوت بکنن و اونجا این با دختره مخشو میخواسته بزنه ازش یه سری تعریفایی میکنه و میگه اوکی و اینا. بعدم میگه من یه سری گنج قایم کردم و اینجا گنج دارم و نمیدونم چی کار کنم، میخوام تورم ببرم، این گنجه اینجا میمونه و میپوسه. دخترم میگه چی همون گنجه به من میرسه؟ میگه آمو مشتلاق خوبی داریم. اونم میگه آره اوکی، کلیدو من برات میارم. کلیدو میاره براشو، اینم کلیدو وا میکنه و کل گنجو بالا میکشه و فرار میکنه سمت انگلستان. دختر بنده خدا میمونه که ازدواج کرده دیگه، دختر نیست و زن شده، اونور هم که سر باباش کلا گذاشته، گنجارم غارت کرده، آبرو کلن رفته. فرار میکنه به انگلستان امیر خان، اونجا پولایی که تو باباش تو بانک گذاشته بوده رو در میاره، گنجارم آب میکنه و کلن یه زندگی اشرافی برای خودش تشکیل میده. و از اونجایی که دیگه خیلی زندگی بهش خوش میگذشته، شبا میرفته کافه و پارتی های شبانه برگزار میکرده، پولش هم تو قمارخونه به عزما، یعنی پولش هم میبرده تو قمارخونه و پوله رو یه جوری حیف و مل میکرده. عصمت الدوله خیلی از این قضیه ناراحت میشه، خیلی افسرده میشه، بسیار روزگار سختی براش میگذره. یه سری نامه مینویسه و میفرسته برای امیر که امیرم نامه ها رو
ریش صورتش میگیره و اصلا توجهی نمیکنه، تا اینکه توی قمارایی که میکنه و خوشگذرانیایی که میکنه بالاخره پولش تموم میشه و همه رو میبازه. میبینه چاره ای نیست، یه نامه عاشقانه به عصمت الدوله میفرسته و درخواست پول میکنه. اون از این ور پول میفرسته، این ور دوباره به کارش ادامه میده. آ لند هور بیا تجارت بکن دیگه. پولا رو تو قمارخونه و شرط بندی و اینا میگه امروز دیگه روز منه و به چخ و عزما میده، پولا رو کلا از دست میده. یه روز اطلاعات ناصرالدین شاه به ناصرالدین شاه خبر میدن که ناصر داداش دخترت داره یه سری پولا رو به خارج میفرسته. این هم دخترش رو صدا میزنه و برخورد خیلی تندی باش میکنه، میگه داستان چیه؟ میگه من عاشق امیرم، امیر اونور میترسه که برگرده و تو سرشو پخ پخ کنی. ناصرالدین شاه که گریه و افسردگی دخترش رو میبینه دلش به رحم میاد و میگه اون مردک پفیوز بگو که برگرده، از جانب من خطری تهدیدش نمیکنه. یه اماننامه هم براش مینویسه، اینم با یه سری پول و اماننامه میفرسته برای امیر که میگه امیر برگرد تو رو خدا، من بی تو میمیرم، بابام هم قول داده که کاری به کارت نداشته باشه. امیر پفیوز نامه رو که میبینه میبینه پولش هم تموم شده، هرچی داشته و نداشته رو به چخ و عزما داده و دیگه پولی در بساط نداره، مجبور میشه که این سگ برگرده به ایران و دوباره ناصرالدین شاه اون پست قبلی که بوده رو بهش پس میده و قضیه اینجور به خیر و خوشی نمیگذره. بعد یه مدتی دوباره اختلاس میکنه و بلند میشه میره خارج و میگه ایران جای موندن نیست، من اهل خارجم و اینجور چیزا، و اونجا ریگ رحمت رو سر میکشه، ریگ رحمت رو سر میکشه و بالاخره میمیره. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه، کانال سابسکرایب کنید، دوتا ویدیو اینجا پیشنهاد میکنم، حتما ویدیوها رو ببینید و از تاریخ ایران لذت ببرید.